سلام علیکم، امروز میخواییم فاندیشن یا کرم پودر رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چیا هستن و چه مدلایی ما احتیاج داریم برای پوست خودمون. خب انواع کرم پودر هست: مایع مثل این، پودر مثل این، استیک یا صابونی مثل ایشون و اسپری مثل این. خب قبل از اینکه به بررسی این فاندیشن یا کرم پودر بپردازیم که ببینیم چی به درد چه پوستی میخوره، اول همه میخواییم در مورد رنگا صحبت کنیم. انواع رنگ، رنگای ما از روشن به تیره دستبندی میشه. یکی پوستش سفید روشنه، یکی پوستش سبز است تیره تره. خب ولی علاوه بر این، بجز این که ما یک سری رنگ داریم، یک سری اندرتون یا زیر رنگ داریم که اون زیر رنگامون طبقه بندی میشه، که اولیش هست نوترال یا ان یا خونسا که هیچ تمایلی به هیچ طرفی نداره، ولی دومی هست از صورتی به قرمز، دومی هست از زرد به سبز. من همجوری گفتم یک و دو سه، منظور خاصی نداشتم، فقط اینکه برای اینکه به شما نشون بدم که زیر رنگ پوستمون یه رنگ دیگه هم وجود داره. مثل من الان رنگ پوستم تیر است، ولی زیر پوستم چه رنگیه؟ زیر پوستم اندرتونم، زیر رنگ پوستم زرد به سمت سبزه یا همون زیتونی، برای همین به من میگن سبزه. پس اگه میگن سبز، رنگ سبزه، برای چی میگن؟ اون اندرتون رو دارن، من راجب اندرتون صحبت میکنم. حالا یکی هست صورتش مثلا رنگ پوستش تیر است، ولی رنگ زیر پوستش بیشتر به قرمزی میخوره، برای همین اگه مثلا من کنار اون قرار بگیرم، من کاملا زردم، اون قرمزه. اینا کاملا مشخص میشه وقتی کنار هم دیگه بذاریم رنگامونو. همینطور مثلا میتونیم رنگ سفید روشنتر داشته باشیم ولی آندرتونمون زرد باشه، یا آندرتونمون قرمز باشه، صورتی باشه. معمولا وقتی رنگای پوستمون روشنتره، آندرتونمون صورتی یا زرده. هرچی به سمت تیره تر بریم، آندرتونمون یا قرمز میشه یا سبز یا همون زیتونی میشه. برای همینه که بعضی وقتا مثلا میبینیم که یه نفر کرم پودر زده، اولش به نظرش خیلی هم خوب میاد، میگه به به چقدر رنگی صورتی خوشگل به صورت هم دادم، تو طول روز که میگذره یا میبینی آقا جان رنگ شد توسی یا رنگ میشه نارنجی، رنگ عوض میشه. برای چی؟ برای اینکه اون آندرتون با آندرتونی که ما انتخاب کردیم نمیخوره. پس اولین چیزی که همیشه باید حواسمون باشه اینه که رنگی که انتخاب میکنیم، جدا از اینکه تیره است یا روشنه، باید نگاه بکنیم ببینیم آندرتونش یا زیر رنگش چه رنگیه. خیلی هم راحته، فقط کافیه که نه روی دست، روی صورت امتحان کنید. همیشه بزنید اینجا، بزنید به صورتتون، یه ذره هم نزدیک در گردنتون باشه، بعد به مدت مثلا 5 دقیقه الی 10 دقیقه ثبت کنید، متوجه میشین که اون رنگ هم رنگ پوستتون هست یا نه. اگر نه میتونید بین 2 تا یا 3 تا انتخاب برای خودتون بذارین، مثلا کرم پودرهای مختلف رو بردارین، یه ذره بذارین به انگشتتون، 1 خط 2 خط 3 خط از رنگای مختلف رو بذارین، ببینین کدوم رنگ به رنگ پوست شما نزدیکتره و اینکه رنگش عوض میشه روی صورتتون یا نه. این بهترین روشه. یه چیز دیگه ای که هست معمولا روی اونایی که میدونن که زیر پوستشون چه رنگیه، مثلا میدونن که زیر پوستشون زرده یا مثلا قرمز یا صورتیه، فقط کافیه که نگاه بکنن به فاندیشناشون. معمولا روی فاندیشنا اسمی که روی کرم پودر هست مشخص میکنه که آندرتونشون هم چجوریه. یه سری حرفای مخصوص به خودشون دارن، مثل ایگرگ، دبلیو یا جی که به معنی ایگرگ به معنی یلو، W به معنی وارم یا G به معنی گولد هست، که اینا مربوط به زیر رنگ های زرد به سبز هست. اونایی که آندرتون قرمز یا صورتی دارن به معنی یه سری هست به نام R به نام رد یا قرمز، C به معنی کولد و P به معنی پرل، که اینا معمولا آندرتوناشون رنگ صورتی به قرمز داره. یه سری هم هستن که اصلا بر اساس اسم هستن، مثلا مارک تو فیس، من میدونم که همیشه اسمایی که انتخاب میکنه سنو باف، نمیدونم اینجور چیزا رو انتخاب میکنه که تو میتونی حدس بزنی بر اساس اون اسم رنگ چجوریه، یا نارس که بر اساس رنگی که داره اسم شهرها یا اون مناطقی که اون مردماش معمولا اون رنگی رو انتخاب میکنه، مثلا
مثلا مونبلان نمیدونم یا حالا حضور ذهن ندارم ولی میدونم مثلا رنگای روشنتر مربوط به مناطق سرد سیر و نمیدونم کل این حرف هاست. من اون رنگای تیره تر من تا سیاه و رنگای فوق العاده تیره رو معمولا مناطق مثلا آفریقایی انتخاب میکنه بر اساس رنگ پوستشون. پس اینطوری میتونیم کاملا متوجه بشین. یه روش دیگه میخوام بهتون یاد بدم که 100% نیست ولی خیلی خوبه برای اینکه تقریبا متوجه بشین که اون رنگ برای شما مناسب هست و اگر تغییر رنگ بده چجوریه. اینی که قبل از اینکه اینو بگم بهتون بگم که بعضی از کرم پودرا رنگ عوض میکنن. اکثر کرم پودرا روی پوست رنگ عوض میکنن. یعنی چی؟ یعنی به مرور زمان اون بیسی که دارن رو بیشتر به خودشون روی پوست شما نشون میدن. چرا؟ چون میاد با شیمی پوست شما قاطی میشه، با عرقتون قاطی میشه، با ترکیبات شیمی قاطی میشه، دیگه اون رنگ واقعی که روی پوست شما هست رو نشون میده. حالا ما از کجا میفهمیم که مثلا اگه یه کرم پود بزنیم به مرور زمان چه رنگی میگیره؟ چون بعضی وقتا ممکنه تو طول روز این رنگ عوض بشه. فقط کافیه یه ذره از کرم پود رو روی دستمون بزنیم، یک مقدار از روغن، فقط روغن روی دستمون بزنیم روی اون. الان نگاه کنیم، من اینو میذارم، این با روغن ترکیب شده، بعد یه مدت میبینیم که این چه رنگیه. خب حالا من رنگ اورجینالشم، رنگ قبلشم میذارم، حالا بعدا با هم دیگه نگاه میکنیم، مرور میکنیم ببینیم که چقدر تغییر کرده. معمولا کرم پودرایی که میزنیم تو فاصله 10 دقیقه یک ربع رنگ خودش رو روی صورت نشون میده. ولی میگم یه سری کرم پودرا هستن که مثل فندی که تو طول روز هم تو تغییر میکنه و یهو میبینی که یه رنگی زدی آخر شب نارنجی شدی. برای همین یه سری کرم پودرا مثل فنتی باید حتما یکی دو درجه روشن‌تر از پوست خودت برداری که تو طول روز اگر رنگش عوض شد زیاد تیرتون نکنه. ضمن اینکه همیشه باید مراقب بشین که آندرتونی که برمیدارین آندرتون مناسب پوست خودتون باشه. حتما کسایی که آندرتون سبز مثل من دارن نرین دنبال رنگای صورتی. بعد مدت رو صورتتون توسی میشه، رو صورتتون نارنجی میشه، رنگ کثیف به خودش میگیره. به جای اینکه آرایشتون رو قشنگ بکنه آرایشتون رو زشت میکنه تو طول روز. بعد میان میگیم وای جان صورتم خسته است، آلودگی رفته نشسته رو پوستم. سوای اون رنگ اشتباهیه که انتخاب کردیم گذاشتیم رو صورتمون، تو طول زمان اون رنگ بدو به خودش گرفته. پس خیلی مراقب آندرتون باشید، خیلی مهمه. اینا هم که بهتون گفتم فقط نگاه کنیم ببینیم که الان این رنگا داره تغییر میکنه. اگه من همینجا الان خودم متوجه شدم که این رنگ خود تیره تر شده، میبینی یه ذره تیره تر، این هنوز زرده ولی این داره میره به سمت نارنجی. برای همینه که حتما دقت بکنیم که چه رنگی رو برمیداریم. میگم یه خود حالا من راجع به فاوندیشن‌های مختلف سعی میکنم مارک‌های مختلف یه ذره صحبت بکنم تا اونجا که داشته باشم بهتون نشون میدم، حرف میزنم. اگه سوال دارین، اگه چیزی هست که میخواییم بیشتر راجبش بدونین حتما با من در میون بذاریم، من بهتون میگم. این دختر منه که سر صدا میکنه، نگران نباشین اتفاقی نمیفته، این فقط یه زلزله کوچیک پشت دوربینه. خلاصه این از اینو فکر میکنم تقریبا همه چیزو راجبه بیس فاوندیشن یا کرم پود بهتون گفتم. ولی ویدیوهای دیگه ای داریم که توضیح میدم که انواع فاوندیشن تکسچراش یا اون بیسش به چه چیزی مربوطه، چه کسی پودری استفاده میکنه، چه کسی مایه استفاده میکنه، چه کسی اسپری استفاده میکنه، این دارم براتون توضیح میدم. یه ذره در مورد مارکا هم باهاتون حرف میزنم و امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. با لایکاتون، با فالو کردناتون به من نشون بدین که به این ویدیو علاقه دارین. من بیشتر مشتاق میشم که براتون ویدیوهای بیشتری درست بکنم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین، فعلا خدا نگهدار.